سلام. سلام. خانم کمالی، من همیشه عبا داشتم از این که اسم جلاور رو تا حدی قسم پایین بیارم، اما چاره ای ندارم، مجبورم. والله به والله به والله، من هر چی که به شما و همسرتون گفتم این حقیقت و تمام تلاشم به خاطر حقیقتی میه که بارها تو قرآن بهش توصیه شده. بابک الان به خاطر اعتماد به شما رو تخت بیمارستانی. خانم جمالی، باور کنید من و پسرم هیچ ساخت و پاختی با سعید موفقم نداشتیم. من هرچی که گفتم، هرچی که از من شنیدید، همش صادقانه بوده و همیشه خواستم که یه کاری برای همسر شما انجام بدم. اصلا فکرش هم نمی کردم که یه همچین اتفاق بیفته. عدو. سلام بابا. ببین آسا جان، سیستم بیمارستان شما کشوریه؟ بله، سراسریه. آها، یه زحمتی بکشیم اسمو تو سیستم چک کن. وای بابا، تو رو خدا انقدر نفوس بد نزنید. ای بابا، چاره چیه؟ یا شما باید چک بکنید یا ما باید برم تک تک بیمارستان رو بگردم دیگه. باشه چشم. خیلی ممنون. ببینم ات بابا. خدا حافظ. سلام آقا. سلام آقا رجب. آقا محسن هستش؟ هنوز نیومدی. علیرضا چی؟ علیرضا ایشون نیستن. حالا منتظرشون باشم میان؟ امروز نه. خودت چطوری؟ قربان شما برم، زنده باشی. بای رضا. بفرمایید. شنیدم دور برداشتی بچه. ببین آقا سعید. نه تو ببین، حرف نزن امیر، حق با پویاست. شیش هم شد؟ از کسی که پشت باباشو خالی میکنه هیچ نباید انتظار داشت.
آقا سعید ببین بچه چی میگم. اگه پاتو از گلیم دراستر کنی جفت پاهاتو قلم میکنم. حالته؟ تهدید نکن آقا سعید، تهدید نکن. ما یه چیزای حالیمونه. فکر کردی با دست کورا طرفی؟ فکر کردی نفهمیدم تو بدترین شرایط روحی که داشتم، تو شرایط مرگ همسرم، هر بلایی که دلت خواست تو کارخونه سرم آوردی، جیکم در نیامد. فکر کردی نفهمیدم چیکار کردی؟ گرفتی پویا رو تیرش کردی فرستادی سر وقت کمالی، کمالی هم عصبی بلند شده رفته تو گلخونه، هر کاری دلش خواسته کرده. فکر اینا رو نفهمیدم. ببین آقا سعید، برای آخرین باره که دارم بهت میگم، اگر حتی به قیمت متضرر شدن خودم هم که شده لازم بشه، تمام اسناد و مدارکی که علیهت وجود داره رو میبرم میذارم کف دست بابام، حتی اگه برای خودم گرون تموم شه. حواست باشه. خیلی خوب، حالا که اینجوری شد بچرخ تا بچرخه. بچرخ آقا بچرخ، فقط موضوع باش سرت گیج نره. کمره چطوره بایی ما؟ آمپولای جدیدی که میزنم خیلی بهتر. خب خدا رو شکر. فقط یکم بیشتر پیاده میکنی وقت چاق نشی. اتفاقا دکترم گفته گفته باید راه برم پیاده روی کنم. آن که میگلید یک درد دارد، آن کس که میخنده هزار درد. دیده نوکرم سنه. الو کجایی؟ بیا. روز بخیر آقا جون. بهتر شدی؟ آره بهترم. آره آقا پایینم، ولی خودم هم پایینم میدونی، یعنی نگرانم. اسمی از تو در میون نیست. علیرضا هم فعلا خودشو گم و گور کرده. امیدوارم. باشه بیا کارخونه کارت دارم. خوششم آقا جون. ببین مواظب به تلفنات باش. گرفتی چی شد؟ بله آقا تو مشته. الو سلام آقا جواد، خشمی یا تهران دشت؟ نمیدونم، شاید بیا. حالا کاری به تخلفات و مخلفاتش ندارم، ببونه واسه بعد. باشه شب میام، عصری باید دارم جایی. برمونید، خداحافظ. چند وقت دیگه باید اینجا بمونم؟ با هر وقت که لازم بشه. کمالی حالش چطوره؟ بهتره، احتمالاً با این چند روز آینده مرخص شه. واسه دل خوش کنه که من میگی دیگه. نه دل خوش کنه؟ نه، یه روز میگی تو کماست، امروز برمیگردی میگی که داره مرخص میشه. امیر تو واقعا یادت میره چیا به من گفتی؟ نه چی باید بهت بگم؟ من که هرچی بهت بگم تو دوباره حرف خودتو میزنی. امیر من اعصابم داغونه، تمام اون اتفاقات گلخونه داره جلوی چشم من رد میشه و من فکر میکنم همشو توی خواب دیدم. تو چرا فکر میکنی که فقط این مشکل مشکل توه، مشکل ما نیست عزیز من؟ باید طاقت بیاری، بهت گفتم باید قوی باشی. قوی باشم؟ نه، قوی بودن اینه که اینجا خودم رو قایم کنم، معنای قوی بودن یعنی این. حالا بگو ببینم واقعا به ماما اینا گفتی من اینجا میانم؟ آره بابا، هم به مامان گفتم، هم به بابا گفتم، هم به مریم گفتم. البته نگفتم اینجا این، ولی گفتم جات امنه. خیلی خوب، تلفن تو رو میخوام به مریم زنگ بزنم. بده گوشی تو. نه اصلا به هیچ وجه،
بهت گفتم به احتمال زیاد گوشی های هممون داره شنود میشه. میگم یه چیزی هست و داری هم من قایم میکنی، حتما برای اون کمالی اتفاقی افتاد و تو نمیخوای به من بگی. ای بابا دارم بهت میگم هنوز تو کما هست، شرایطشم همون جوریه، باز دوباره حرف خودتو میزنی. الان بابا داره راجع به من چی فکر؟ مامان و مریم رو نمیدونم ولی مطمئنم بابا نمیدونه، نمیدونه من کجام دیگه. بابا رو میشناسم، محال اون طاقت بیاره من خودم قایم کنم. داداش من باید طاقت بیاری، باید قوی باشی، من که بعد تو رو نمیخوام که. بالاخره منم یه فکرایی کردم، من بعد تو رو میخوام. یه جبه بعد من رو نه الو. سلام بابا. سلام، چه خبر امیر؟ دارم میگردم بابا هر جا که به ذهنم میرسه، ولی هیچی خبری نیست، ولی بازم دارم میگردم. خیلی خوب، عصرا هم بیمارستان رو چک کرده، شکر خدا خبر. خب خدا رو شد. امیر؟ بله جانم. بابا من در حق تو کوتاهی کردم، باید بیشتر حواسم به تو بود. چه حرفیه بابا، شما همیشه همه جوره هوای منو داشتین، تو کارم، تو زندگیم، تو درسم، تو همه چی. منو ببخش. بابا چیزی شده؟ حبیب جان من برات وقت کم گذاشتم، برا حلالم کن. سلام. خوبی؟ سلام، خوبم. چیه، چیزی شده؟ نه یکم فقط حوصله ندارم، همین. چیزی شده بگو دیگه. نه چیزی نشده، اشکال نداره بعدم با هم صحبت کنیم. خب چرا میگم چیزی شده؟ نه میگم که چیزی نشده. باش بعدم صحبت بکن. خداحافظ. ممنون، خداحافظ. علیرضا، علیرضا، علیرضا،
علی رضا. علیرضا، علیرضا عمو جان، درو باز کن. منم درو باز کنم. من که میدونم تو اینجا هستی. سلام. سلام عمو. حالت چطوره؟ چی؟ نگران نباشم، چیزی نشده که. اتفاقا خوب جایی اومدی. اینجا دست هیچ کی بهت نمیرسه، خیالت راحت باشه. عمو سعید، شما از کجا میدونستین که من اینجا؟ من خودم اینجا رو برای امیر گرفتم. بهت نگفته بود؟ عجب زبلیه. به هر حال تا خبر شنیدم فوری خودم رسوندم. پیش خودم گفتم فقط امیر میتونه تو رو یه جای درست درمون مخفی کنه. بیش خبر همه جا پیچیده. البته چیزی هم نیست که بشه پنهونش کرد. بنده خدا خودش هم فکر نمی‌کرد اینجوری بمیره. مرد؟ مگه تو خبر نداری؟ امیر بهت چیزی نگفته؟ بود که خالش بده. ای بابا خیلی خوب خودتو جمع کن. الان که وقت این نیست زانوی قم بغل بگیری. بعد یه فکری کرد. من اومدم کمکت کنم. چجوری؟ چیکار میتونم بکنم؟ اگه دیگه کمالی زنده میشه، اگه اینجا هم بمونی دست پلیس بهت برسه، میدونی حکمش چیه؟ بابات را افتاده تو کوچه پس کوچه، پیدات کنه دست تو بذاره تو دست پلیس. خودت که میشناسیش. ما درست با هم اختلاف داریم، ولی اگه گوشت تن همدیگر بخوریم استخونامونه هیچ وقت دور نمیرسیم. چه فرقی میکنه؟ تو هم مثل بچه منی. حالا یکی دو روز اینجا بمونی، فکر بعدشو کردی کجا میخوای بری؟ نه اصلا بهش فکر نکردم. باید فرار کنی. فرار؟ کجا برم؟ بری هر جا، هر جا غیر از اینجا. ببین عمو جان، تو دو راه بیشتر نداری. یا اینکه اینجا بمونی پلیس بیاد بگیرتت، یا اینکه فلنگو ببندی.
مریم جان، مریم، مریم جان. بله، ببخشید. سلام. سلام. هرچی صدات میزنم چرا جواب نمیدی مامان؟ نگرانت شدم. سلام. میدونم بهت حق میدم، میدونم تو دلت چی میگذره، ولی باور کن حال روز منم بهتر از تو نیست. علیرضا اگه شوهر توه، خب پسر منم هست دیگه. اگه بلای سرش اومده باشه چی؟ هیچ اتفاقی نیفتاده. زبونم لال، زبونم لال. اگه اتفاقی میافتاد تا حالا فهمیده بودیم. پسر من صحیح و سالمه. من یه مادرم. حسی یه مادر هیچ وقت اشتباه نمیگه. پس چرا هیچ خبری ازش نیست؟ نمیتونم. چی بگم والا؟ ولی هرچی که باشه تو باید قوی باشی مریم. به خاطر خودت، به خاطر بچه‌ات. دنیا بالا و پایین داره. این روزا هم تموم میشه. دستتونم درد. امضا بکن برای ضمانت. بعد فردا بیای بریم یه سر بانک. بانک برای چی؟ برای وام دیگه. وام چی؟ برای گرفتن کافه، برای پول پیش مغازه و گرفتن تجهیزات و اینجور چیزا. تو با فوق لیسانس معماری میخوای بری کافه بزنی؟ مادر من نگران نباش، من به وقتش از مدرکم هم استفاده میکنم. اینو به زحمت برام انجام بده. نمیخواد وام بگیری، من خودم بهت قرض میدم. احتیاج به این کاغذبازی هم نیست مادر. نمیخوام، من این کارو میخوام خودم انجام بدم از صفر تا صدشو. ببینم، تو میخوای خودتو به بابات ثابت کنی یا به خانواده اسرا؟ سلام. سلام بابا جون. سلام. سلام. خسته نباشی. بیا بابا جون. در شما. من برم لباسامو عوض کنم. راستی این چیزایی که در مورد علیرضا میگن درسته؟ این که دعوا معوا کرده با کسی سرشاخ شده باشه؟ نمیدونم. یعنی تو هیچی نمیدونی؟ نه. اسرا هم چیزی بهت نگفته؟ بعد از زوری با هم حرف زدیم چیزی نگفت، فقط یکم حال و حوصله نداشت. همین دیگه، لابد یه چیزی میدونسته که حرفی نزده، ازت پنهون کرده. ماشاءالله هزار ماشاءالله به این دختر، چه تعصبی داره رو خانوادهش. حالا چی شده؟ اینجوری که میگن یه بابایی رو آشلاش کرده و جیم شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونچنان طرف زده که الان رو تخت بیمارستانه. دکتر ازش قطع امید کردن، الان تو کماست. حالا قضیه چی بوده خدا میدونه. ببینم حالا تو از کجا شنیدی؟ صداش تو شهر پیچیده. بنده خدا. من که برای تو رو نمیخوام. هر جا غیر از اینجا، هر جا غیر از اینجا بهتره. احتمالاً چند روز آینده با چیزی
تو دورا بیشتر طاقت بیاد طاقت بیاد مگه تو خبر نداری؟ تو خبر نداری؟ ای بابا دارم بهت میگم هنوز دارم از شرایط شما هم اینجوریه باز خود حرف خودتو میزنی امیر بهت چیزی نگفتی؟ بهت چیزی نگفتی؟ تو چرا فکر میکنی که فقط این مشکل مشکل توه مشکل ما نیست توه مشکل ما نیست بند خدا خودشم فکر میکرد ایشون فکر میکرد تفلی مریم چی داره میکشه؟ منیره رو بگو جونش بنده به جون بچه ها خواهیم که از محسن خیلی دلخورم کارهایی که کرده خیلی اذیت هم کرده ولی حقش نبود اینجوری بشه نباید به این روز میافتادیم اینقدر زجر کشید میگم پاشو بریم این سر بهشون بزنیم اگه دلخوری هم هست دیگه برطرف میشه که دوباره سنگ رو یخمون کنه مثل طلبکارا با اون برخورد کنه اونا الان حال و روز خوبی ندارن سعید لج نکن گوش کن حرف منو بابا راستش یه موضوعی هست که نمیدونم چجوری باید بهتون بگم یعنی چندین بار خواستم بگم ولی موقعیتش یه جوری بوده که پیش نیومده بابا آقا سعید و سیما خانم اومدن اشکال نداره بابا جان مهمان حبیب خداست شما برو منم الان میام بعدم با هم حرف میزنیم بابا بفرمایید بفرمایید خوش اومدید سلام علیکم سلام علیکم خوبی شما؟ مانی جان هستم بله بله داخل منتظر شما هستم شما برید من با آقا محسن دوکنم حرف دارم چه بریم داخل؟ امروز این خانومه کیه جمالی کمالی زنگ زد بله کلی داد و هوا رو جار و جنجال و این چیزا گفت قضیه چیه بعدش هم گفت که اومده در خونه شما من همونجا پشت تلفن جوابشو دادم من مثل تو نیستم در مقابل اینجور آدم ها کوتا بیام که هرچی دلشون خواست ما رو آدم کنه بله رجب گفت امروز رفته بودی گلخونه آره اومده بودم با حرف بزنم کار نمیتونم دست دست دارم من نه مامان من نمیخورم بشین حالا مریم کجاست بالا داره استراحت میکنم چون کاملا داره نشون میده منیر جان جانم فکر نکن ما اومدیم اینجا خبر بگیریم که جریان چی بوده و چی هست نه خدا به سر شده بی‌تعارف میگم اگه کمکی از دست من برمیاد بگو انجام میدم میدونم فضاست جم ولی حقیقتش اینه که ما الان خودمون هنوز گیجیم میفهمم بعد یه خورده بگذره حواسمون رو جمع کنیم ببینیم اصلا باید چی کار کنیم نمیتونم چایت سرد میشه فضاست جم قن نمیخورم تو یا میکم آروم باش هرس نخور من تو با هم اختلاف داریم درست با
هم دیگه دعوامون شده، سر هم دیگه داد کشیدیم. جای خوب. ولی الان تو این موقعیت اومدم کنارت باشم. اومدم کدورت ها رو بذاریم کنار. باشه برای بعد. ببینم سعید، ما با هم جنگ زرگری رو انداختیم، دستمون توی یک کاسه است. کی هم چی حرفی رو زده؟ خانم کمالی از بابک شنیده. بابک هم یکی نوچای شما. چقدر ساده این مرد حسابی. این همه مدت نفهمیدی این کمالی و زنش تو رو دارن بازی میدن. اصلا بابک به خاطر همین عصبی بوده، اصلا به قصد دعوا میاد گلخونه. مگه بچه بوده که گول بخوره؟ خب حتما چیزای دیگه ای هم بوده که فعلا من ازش میخوام. چی مثلا؟ یعنی چی این حرفا؟ ببین حسین، دوباره داری شروع میکنی. اصلا تقصیر منه که دارم آب می‌ریزم روی این آتیش. بله، تقصیر توست. تقصیر توست. یادته؟ یادته بهت گفتم بیا این قضیه رو فیصله بدیم، گوش نکردی؟ الان دیگه کار از این چیزا گذشته، آقا صحیح. کار از مصالحه و جبران و اینا گذشته. تو چرا اینجوری فکر می‌کنی؟ چرا فکر نمی‌کنی خودت هم این وسط شاید مقصر باشی؟ این عادت خیلی بدیه. همیشه تقصیرها رو میندازی گردن اینو. اتفاقی که برای بابک افتاده من مقصرم یا تو؟ بابا بچه تو زده، یکی دیگر رو ناکار کرده، فلنگو بسته. من مقصرم؟ بچه من؟ خیلی خوب، باز زحمت کم میکنیم که تو دیگه خیالت راحت راه میشه. بای جزه سیما آزاد بیان بریم. آقا حسین، شما هم بهتره به جای اینکه اونجا بشینی درشت پاره مردم بکنی، چراغ دستت بگیری بیفتی تو این کوچه پس کوچه ها دنبال پسرت، بلکه پیداش بکنی. بذار دهن من بسته باشه، هیچ کی نداره، من یکی خوب میدونم که تو قایمش کردی. سعید بریم. چی شده؟ بریم. چه خبر اینجا؟ مانش جان ببخشید، چرا اینقدر زود؟ یعنی چی؟ چه رفتاری؟ من کلی با مانی حرف زدم. سلام. 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 سلام ماما. همینو میخواستی؟ میخواستی ما رو بکشونی اینجا سکه یه پول بون کنی؟ حالا مگه چی شده؟ چی شده؟ با زبون بی زبونی عذرمونو خواست، از خونش انداختمون بیرون. بابا من 2 ساعت با منیر حرف زدم. من نمیدونم این چه اخلاق بدیه که تو داری. یه اتفاق خوبی که میخواد بیفته اینه بچه ها همه رو میریزی به هم. من به هم میریزم یا آقا محسن؟ بابا این آدم نروکه، مرغش یه پا داره، به هیچ صراط مستقیم نیست، اعصاب معصاب نداره. نه که تو داری؟
بذار دهنم بسته باشه سیما. پس چرا این شازده نایمه؟ چرا مون اونجا؟ چه میدونم؟ گفت ماما میشه من یه چند ساعت بیشتر بمونم بعدم بیام؟ گفتم خیلی خوب، بعدم جای غریبه نمونده که. ببینم، تو مگه نگفتی که علیرضا خودش قایم کرده، گم و گور شده؟ خب قایم شده بود دیگه. اگه نیدی وقتی که اومد تو، همشون هاج و واج مونده بودن، به تته پته افتادن. من که باور نمی کنم پسر به این خوبی، به این نجیبی، به این سربزیری. نمیدونم. خوبه والا، نمیدونستم آقا محسن تو خانواده ما این همه هواخا داره. بابا دوربینای گلخونه همه چی رو ضبط کردن. خود باباش داره میگه بچه من مقصره. اون وقت تو بگی باورم نمیشه؟ تو کتم نمیره؟ لابد اگه خود علیرضا اقرار بکنه تو بازم تو کتت نره. جونم آقا جون. الو معلوم از کجایی؟ شب بخیر. بالا بهتر شدی؟ ای بد نیستم. چطور؟ زنگ زدم بهت بگم علیرضا پیدا شد. خب الان چی میشه؟ هیچ، یا باید بره خودشو معرفی بکنه یا کت بسته میان میبرنش. حالا چه کاری از دست من برمیاد آقا جون؟ همون کاری که همیشه میکنه. شیشتانگ عواستو جمع کن، ببین کجا میرن چی کار میکنن. محسنی که من میشنم اصلا امشب پسرشو میبره تحویل میده، دور برشون به پلک. رو چشم آقا جون. ولی آقا جون این محسنه بی خودیست که تو کت من نمیره که نمیره که نمیره. فردا وقتی من بیا کارتونه این ساعت باش خدمت میرسیم آقا جون. این خدمت گذاری چشم. سلام علیرضا تویی؟ نکنم دارم خواب میبینم. نه خواب نیستی. کجا بودی این همه مدت؟ چطوری تونستی من اینقدر تنها بذاری؟ مریم مریم جان در رو باز کن بذار برات توضیح بدم. مریم جان ببین اگه قرار باشه تا خود صبح همینجا میشینم. مریم جان من در رو باز کن. Thank you.
آدم رو توبه کار میکنی که با جایی بیاد. با این اخلاقت الو امیر، ببین تو هیچی نگو، فقط گوش کن، هیچی نگو، برو یه گوشه ای، کسی هم نفهمه که من دارم با صحبت میکنم، متوجه شدی؟ خیلی خوب، بسیار اینجوری شد، چرا این داداش احمقت برگشت؟ اگه قرار نبود بریم اون برا؟ من نکن، یه چیزی میگی ها؟ گند زدی، همه تون گند زدی. حواست باشه، حواست باشه بند و آب ندی. خداحافظ.